خاکستری میایم استفاده میکنیم. مثلا اینجا خاکستری تیره، اینجا مثلا یکم خاکستری روشن‌تر، خاکستری خیلی روشن. و بعد حالا مجموعه اینا که بهش نگاه میکنیم از یه نمای دور، باعث میشه که ما این خطمون رو، مرزش رو به صورت هموارتر ببینیم و اون نقاط تیزی خیلی مشخص نباشه. باز به عنوان یه مثال دیگه، الان اینجا مثلا برای حرف A، اینجا ما مشکل بدنمادسازی رو میبینیم و بعد اومدیم به این ترتیب حلش کردیم، یه مقدار هموارتر ما مرز حرف A رو میبینیم. دیگه از جاهایی که ما این مشکل بدنمادسازی رو میبینیم توی تلویزیون هست. زمانی که حالا مثلا فرض کنیم که یه سری افرادی ما روی تلویزیون میبینیم که اینا لباسهاشون یه سری نوشته یا طرح‌های ریز و باریکی دارن که این طرح‌ها اونقدر ریز هستن که سایزشون از سایز پیکسل‌ها کوچیک‌تر هست. اون موقع خیلی واضح ما نمیتونیم اون نوشته‌ها ببینیم که به چه صورت هستن، یا اگه طرح هستن نمیتونیم خیلی شکل کلی‌تر رو ببینیم که به چه صورت هست. مثلا اینجا توی شکل الان این نوشته ای که هست، میبینید که هرچی ریستر میشه دیگه خیلی مفهوم نیست که چی نوشته شده. یا به عنوان مثال حالا این طرح شطرنجی رو ببینید، خب این مربع‌هایی که جلوی تصویر هستن چون بزرگتر هستن به خوبی مشخصن، ولی این دورتر که مربع‌ها ریستر میشن دیگه خیلی مشخص نیست که کجا مربع قرمز وجود داره و کجا مربع سفید. خب توی این تصویر الان اینجا ما همون صفحه شطرنجی رو داریم با مشکل بدنمادسازی، و توی این دوتا تصویر وسط مشکل رو به نوعی اومدیم حلش کردیم با همون تکنیک خوشنمادسازی. اینجا حالا یه مقدار تکنیک نامناسب بوده، یعنی اون پیکسل هایی که کنار پیکسل های سیاه استفاده کردیم، پیکسل های خاکستریمون، خیلی رنگ های متناسبی استفاده نشد، ولی اینجا خب تصویر ما بهتر است. و حالا توی یک نمای بزرگتر اگه بخوایم ببینیم اتفاقی که افتاده به این صورت، الان توی این قسمت ما مشکل بدنمادسازی رو داریم، حالا با این پیکسل های خاکستری که اومدیم اضافه کردیم، اگه این قسمت رو از نمای دور بخوایم نگاه کنیم در واقع این شکله که خب میبینیم خیلی قشنگتر و هموارتر ما این شکل صفحه شطرنجی رو میبینیم. خب یه مقدار بیاین در مورد مدل های رنگی صحبت کنیم. ما توی گرافیک کامپیوتری مدل های رنگی متفاوتی داریم که از بین اینا یه چند تاشون مهمتر هستن و بیشتر به کار. از مهمترین مدل های رنگی ما میتونیم به مدل رنگی RGB اشاره کنیم، و اگه بخوایم توی یک سیستم مختصات سه‌بعدی نشون بدیم این مدل رنگی رو، یک همچین شکلی رو داریم که سه تا محور اصلی ما همون R, G و B هستن، و ما میبینیم که تغییرات هر رنگمون از میزان صفر، یعنی همون نقطه خاموش شروع میشه، تا میزان یک یا همون نقطه روشن. صفر ما در واقع همینجا مبدأ مختصات است و یک هم همین نقطه است. ترکیب خطی این سه تا رنگ پایه به ما رنگ‌های مختلفی رو میده و اجتماع اونها مکعب رنگی RGB رو میده. خب همونطور که میبینیم گوشه ی این مکعب که منشأ سیستم مختصات ما همون مبدأ هست رنگ سیاهه، و بعد گوشه ی مکعب در جهت مختلف که همون رنگ یک و یک و یک هست رنگ سفید رو به ما میده. و خطی که این دوتا گوشه رو میاد به هم دیگه وصل میکنه بهش میگیم چی؟ محور خاکستری، که طیف مختلف رنگ‌های خاکستری روی این خط وجود داره. خب ما اگه این مدل رنگی RGB رو داشته باشیم، میتونیم رنگ‌های دیگه توی فضای مکعب رو قشنگ تشخیص بدیم که به چه صورت از عددش رو بگیم. مثلا ما الان میتونیم صحبت از طیف خاکستری کنیم، گفتیم برای خاکستری سه تا رنگ پایه‌مون ارزشش یکسانه، یعنی مثلا رنگ خاکستری که با شماره نیم 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 مشخص میشه، یا رنگ خاکستری که با شماره 7.7.7 مشخص میشه، یا مثلا رنگ سیاه که با 3.0 مشخص میشه، رنگ سفید که با 3.1 مشخص میشه، رنگ زرد که با 1.1.0 مشخص میشه که توی سیستم در واقع این نقطه هست، و به همین ترتیب بقیه رنگ ها. یعنی شما هر نقطه‌ای که روی این مکعب در نظر بگیرید یک رنگی هست در این مدل چی؟ RGB که ترکیب خطی است سه تا رنگ قرمز، سبز و آبی هستش. توی این مدل ما معمولا از سیاه شروع می‌کنیم و اون ترکیب مناسبی که مد نظر